درخواست میسی که در بازوان را متعجب کرد. اتهامات علیه بواتین، خشونت در برابر یک زن. زلاتان ابراهیموویچ، رونالدو خود فوتبال است. وقتی لیونل میسی دروازه‌بان حریف را شگفت زده کرد. لیونل میسی از اودگارد بادیا دروازه‌بان الچه پیراهن درخواست کرد تا باعث تعجب این بازیکن شود. لیونل میسی باز هم درخشید و دو گل زد تا بارسلونا موفق شود در دیدار موفقه رقابت‌های لالیگا اسپانیا با 3 گل از سد الچه بگذرد. پس از سوت پایان بازی، اودگارد بادیا دروازه‌بان الچه به سمت لیونل میسی رفت و پیراهن فوق ستاره آرژانتینی را از او خواست. مسی هم پیراهن خود را به او داد و پس از آن پیراهن دروازه‌بان الچه را خواست و این مسئله باعث تعجب اودگارد بادیا شد و او به سرعت پیراهن خود را در آورد و به مسی داد. دروازه‌بان الچه که انتظار نداشت مسی از او چنین تقاضایی داشته باشد، با چهره حیرت زده پیراهنش را به فوق ستاره آرژانتینی داد. چهره خندان مسی در این لحظه جالبی توجه بود. در واقع از نظر او در این صحنه لیونل مسی تواضع و فروتنی خود را در مقابل دروازه‌بان مثل او که کمتر کسی میشناسدش نشان داده است. پرونده جدید اتهامات علیه بواتینگ، خشونت در برابر یک زن. دادستان آلمان از بواتینگ به اتهام پاره شدن گوش دوست دخترش کاسیا یک سال قبل از مرگ او تحقیق میکند. دادستان های آلمان از بواتینگ مدافع بایر مونیخ به اتهام پاره شدن گوش دوست دخترش کاسیا لینهارت یک سال قبل از مرگ او در حال تحقیق از بواتینگ هستند. پرونده علیه این بازیکن که برای اولین بار در سال 2019 تشکیل شد، اکنون پس از اطلاعات جدیدی از تحقیقات پلیس برلین که به دنبال خودکشی لینهارت انجام شد، دوباره توسط دادستان تشکیل شد. بواتینگ متهم به زخمی کردن عمدی لینهارت، یکی از شرکت کنندگان سابق نکستاب آلمان در اکتبر 2019 است. کمی بیشتر از یک سال قبل از تجاوز عمومی وحشیانه در اواخر ماه گذشته در یک آپارتمان در برلین منجر به مرگ او شد. بازیکن 32 ساله بایر مونیخ همچنین در پرونده جداگانه از شیرین سلنر، همسر سابقش که به دلیل شیوع ویروس کرونا در بازداشت است، متهم به حمله شده است. گفته می شود که حادثه مربوط به لینهارت در 3 اکتبر 2019 اتفاق افتاده و مقامات را وادار کرده که تحقیقات را در دسامبر همان سال آغاز کنند. تحقیقات علیه بواتینگ 6 ماه بعد در جون سال 2020 متوقف شد. دلیل این امر این بود که لینهارت گفته بود که نمیخواهد به ادعاهای خود ادامه دهد. البته پرونده مربوط به سلنر در سال 2019 در دادگاه مونیخ تشکیل شد، اما به دادستان ها گفته شده بود که به دلیل وضعیت ویروس کرونا فعلا نمیتواند ادامه دهد. وکیل بواتینگ همچنین تلاش کرده که در سال 2020 به دلیل تعقیب غیر مجاز مشتریش اتهام علیه یک دادستان مطرح شود، اما این پرونده در آگوست گذشته منتفی شد. مدتی پس از جدایی در سال 2018 بواتینگ شروع به معاشرت با مدل جامائیکایی ربکا سیلوارا کرد، قبل از اینکه بعداً وارد رابطه با لینهارت شود. اما این رابطه در اوایل سال جاری با خشونت پایان یافت و پس از آن فاجعه بار شد. هنگامی که لینهارت را در آپارتمانش در برلین در 9 فوریه مرده یافتند. زلاتان ابراهیموویچ، رونالدو خود فوتبال است. زلاتان ابراهیموویچ از رونالدوی برزیلی به عنوان بهترین بازیکن تاریخ یاد کرده، اما چیزی راجع به لبرون جیمز ستاره بسکتبال وجود ندارد که او چندان نمیپسندند. زلاتان ابراهیموویچ مهاجم میلان در مصاحبه با یوفا در مورد انتخاب بهترین بازیکن جهان صحبت کرده است. زلاتان گفت: من همیشه به هر کسی که با من بازی کرده گفتم رونالدو خود فوتبال است. زلاتان البته در مورد رونالدو و نازاریوی برزیلی، ستاره سابق تیم اینتر میلان و رئال مادرید صحبت میکند، نه کریستیانو رونالدو. زلاتان افزود: شیوهی که او در زمین حرکت میکرد و آن گامهایی که بر میداشت و آن دویدن های گیج کننده، به نظر من او بهترین بازیکن تاریخ است و هیچ شکی در این باره وجود ندارد. ابرا نظرات ند راجع به لبرون جیمز و دیگر ستاره هایی که از قدرت جایگاه خود استفاده کردند تا تغییراتی در اجتماع به وجود بیاورند نیز نظراتی دارند.
ابراهیموویچ اضافه کرد کاری که لبرون انجام داده فوق العاده است، اما من زیاد خوشم نمی آید وقتی که بعضی از مردم که عناوین و جایگاه مشخصی دارند راجع به سیاست صحبت میکنند. کاری که در آن خوب هستی را انجام بدی. من فوتبال بازی میکنم چون در آن بهترین هستم. اگر من سیاستمدار بودم خب به دنیای سیاست میرفتم. این اولین اشتباهی است که افراد مشهور به محض اینکه فکر میکند به جای رسیده اند مرتکب میشوند. به نظر من بهتر است که از این مسئله دور بمانی و فقط کاری را که در آن خوب هستی انجام دهی. خامس رودریگز میگوید که دیگر هیچ کس در رئال مادرید مرا نمیخواهد. خامس رودریگز اعتراف میکند که در باشگاه رئال مادرید هیچ کسی علاقه ای به بازگشت وی در آینده به سانتیاگو برنابئو ندارد. خامس رودریگز ملی پوش کلمبیایی فصل گذشته بخشی از برنامه های زین الدین زیدان نبود و تابستان گذشته به ایورتون عزمیت کرد تا با کارلو آنجلوتی پیوست. خامس با تشویش برای بازگشت به پایتخت اسپانیا در هنگام حضورش دعا کرده که رئال مادرید علاقه و جذب دوباره وی ندارد. خامس که در سال 2017 قبل از بازگشت به رئال مادرید در سال 2019 با وام قرضی دو ساله به بایر مونیخ رفت پاسخ داد دیگر کسی مرا در آنجا نمی خواهد. پس از بازگشت خامس تلاش کرد تا زمان بازی را زیر نظر زیدان به دست آورد، زیرا فصل گذشته رئال توانست سوپرکاپ اسپانیا و عنوان لالیگا را به دست آورد. سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. تا یک ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.